این آدمک ها رو من خیلی از جورجو دکریکو الهام گرفتم. اون از این آدمک ها استفاده میکرد. آیین آقلاشلو از دهه 50 تا به امروز بیشترین توجه خود را معطوف به مطالعه هنر و اذان خودسازی نگاره های مشهور رنسانسی کرد و به همین سبب در آثارش به شکلی نمادین مبانی فلسفی و اندیشه ورزیش را از طریق بازخوانی میراث گذشته به نمایش می‌گذارد. او در اثر حاضر به سراغ سوژه‌های رنسانسی رفته و آگاهانه با حذف چهره‌های انسانی هویت اصلی شخصیت‌ها را از آنها گرفته و با زبانی نو انسان معاصر را به نقد می‌کشد. اینا آدمکایی بودن در اصل که برای خیاطی به کار می‌رفتن. یعنی مانکن خیاطی بودن و روی اینها لباس ها رو پرو میکرد. چون که لباس و تن مهم بود، جامه مهم بود، صورت مهم نبود، اچه صورت حذف میکردن، صورت نمیساختن. برای من باز خیلی جذاب بود که این صورت نداره، یعنی هویت نداره، ولی موقعیت داره، جامه خیلی فاخر تنش. فکر کردم خب بسیار از ما همینطوریم و بسیار از طبقه ما، یعنی بورژواها اینطوریه. صورتشون نمیگم ندارن، دارن، ولی جامعشون میچربه. اهمیت تو اونه، اهمیت تو موقعیتشونه تا توی معناشون. او در پس زمینه این اثر بیش از همیشه درگیر مفهوم مرگ و زوال ابدی است. هنرمند در بسیاری از آثار خود به این موضوع، یعنی مرگ اندیشی، اشاره دارد. دغدغه‌ای مهم که همواره آقداشلو در طول این سالها در آثارش به آنها اشاره مستقیم داشت. در اثر دیگری از آقداشلو که در حراج تهران عرضه شده، قدیمی‌ترین وسوسه ذهنی نقاش، یعنی دوگانه زندگی و مرگ و تقابل دو مفهوم جوانی و پیری پیش روی مخاطب به نمایش در آمد. بیانی پارادوکسیکال که در عین مرگ‌اندیشی ستایشگر زیبایی و زندگی است. عموماً هدف من در طول سالهای گذشته در نقاشی‌هام بازسازی دقیق نمونه‌های بسیار فاخر هنر دوره رنسانس بوده در اروپا و بعد تخریب اونها. این تخریب در همه اینها کم و بیش وجود داره. آقداشلو در این اثر نخست پورتری زن رنسانسی را با جزئیاتی فراوان اجرا می‌کند، سپس تغییراتی در ساختارش داده و با حذف تزیینات لباس و بدن نقاشی رنسانسی اصلی را تحریف و در مرحله نهایی آن را تخریب می‌کند. زن با زخم و خراشی بر تن و دهانی بسته در فضای بیمکان معلق شده. چشمانش دیگر شکوه و رمز و راز پورتره‌های زنان ثروتمند عصر رنسانسی را ندارد و بی امید و بی رمق به بیرون از بوم به ما خیره شده. گرد پیری و سپری شدن روزگار جوانی و دوران زیبایی بر سوژه هنرمند مستولی شده و با حذف پس زمینه و ایجاد بستری تخت، چهره زن را در حالتی نگران، غمگین و رنگ پریده نشان می‌دهد. زن، مادر، معشوق، دختر در خودش مفهوم و تمثیل زندگی رو جا میده. نقاش در اینجا با گرفتن شادابی و رنگ از صورت پورتره و حذف لباس و آرایش صحنه، کشمکشی نابرابر را میان آنچه بوده و آنچه از دست رفته به تصویر میکشد. موقعیتی تراژیک و تکان دهنده و هنرمند این گونه مرگ را به یاد ما می آورد. اثر هنری اوریان کننده و لودهنده است. بنابراین هر چی که آدم به وجود میاره در واقع به نوعی خودش رو باز میکنه، خودش رو اوریان میکنه و عیان میکنه و درباره خودش داره اینها رو تصویر میکنه.